بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خسته نباشید شاگردان عزیز و بینندگان گرامی امید که صحت و سلامت بوده باشید باز هم به ادامه درس های گذشته خود که عدسیه های مؤدب را خوانده بودین به ادامه از او درس امروزی خود را تحت عنوان فرمول عمومی عدسیه های مؤدب با هم شروع میکنیم فرمول عمومی عدسیه های مؤدب فرمول عدسیه های مؤدب مشابه با فرمول آینه های مقعر می باشد که شما قبلا در آینه های مقعر خواندین فرمولش و ثبوت کرده بودیم اونمو فرمول مشابه همو فرمول هست که ما امروز همو فرمول می خوانیم از همین فرمول ما مثال کار می کنیم عدسیه های مؤدب در درس گذشته تان شما عدسیه های مؤدب را تشکیل تصویر در عدسیه های مؤدب تعریف تصویر در عدسیه های مؤدب و همچنان کارهای عملی که یا تجاربی که در عدسیه های مؤدب بود اونا را خواندین و عملا برتان نشان دادیم و جسم در هر موقعیت قرار داده و تصویرش در جاهای مختلف که تشکیل شده بود او را برتان در لابراتوارخانه و به شکل تجربی عملا برتان نشان داده بودم حال امروز ما اونمو جسم ها را در جاهای مختلف مقابل عدسی مؤدب قرار داده تصویری که تشکیل میشه و جای تصویر نوعیت تصویرش و امور توسط فرمول و یا معادلات ریاضی ما شما تعیین میکنیم در این فرمول در این شکل میبینید در این شکل جسم خارج از محراق یا بین محراق و مرکز انحناء قرار داره جسم ای بی هست و تصویرش خارج از مرکز انحناء تشکیل شده سرچپه حقیقی بزرگتر از اصل جسم هست و همچنان در این تصویر میبینین اینمی عدسی مؤدب الطرفین است یک عدسی چی است؟ یک عدسی مؤدب الطرفین است عدسی مؤدب الطرفین در درس گذشته خود ما توسط همین تیر نشان داده بودیم به خاطر آسانی کار به این شکل نشان داده بودیم گرچه عدسی مؤدب از شکل اصلیش قسم نیست حال جسم در اینجا قرار دادیم تصویرش تشکیل شد در رسم در شکل میبینین شما و جاهایش تعیین شدگی است همین را توسط فرمول با در هر موقعیتی که قرار داشته باشد تصویر موقعیت تصویر نوعیت تصویر اینا را ما دریافت کرده میتونیم و در اینجا میبینیم فاصله جسم تا عدسیه را توسط فی نشان دادیم و فاصله تصویر تا عدسیه را توسط فی زبر نشان داده بودیم فاصله میراقیش که اف هست که توسط اف خرد نشان داده شدگی است که ما هم همه قسم نشان داده بودیم قبلا هم و طول جسم را توسط ای بی یا اچ نشان داده میشه و طول تصویر توسط ای زبر بی زبر و یا اچ زبر نشان داده میشه اینا چیزایی است که مربوط امی فرمول میشه چون فرمول توسط اروپا نشان میدیم از امی خاطر جاهای تصویر فاصله تصویر از عدسیه فاصله جسم از عدسیه و طول جسم از عدسیه طول جسم طول تصویر در عدسیه توسط امی اروپا نشان دادیم حال متوجه باشین امی فرمول عمومی عدسیه های مؤدب هست یک بر اف مساوی یک بر فی جمع یک بر پی زبر هست در رابطه فوق پی فاصله جسم تا عدسیه را نشان میتن فی زبر فاصله تصویر تا عدسیه و اف فاصله میراقی عدسیه است توسط امی فرمول ما مثال هایی که داده شوه یا جسمی که در هر موقعیتی که در مقابل عدسیه قرار داده شوه تصویرش ما نشان داده میتونیم حال متوجه باشین یک فرمول دیگه هم در عدسیه های مؤدب وجود داره این فرمول نیوتن در عدسیه های مؤدب هست فرمول نیوتن در عدسیه های مؤدب همین شکل هم میبینین شما ارگاه فاصله محراقی جسم تا محراق اکس و فاصله تصویر تا محراق اکس زبر باشد آنگاه فاصله محراقی قرار زیل به دست می آید فاصله محراقی را توسط همین فرمول ما به دست آورده می تانیم
از ثبوت فرمول ها ما در اینجا صرف نظر کردیم به خاطری که وقت کم هست. پس فرمولش میبینین اف مربع مساوی اکس ضرب اکس زبر خا یا اطراف تحت جذر بگیریم مربعش به جذر خلاص میشه و اف مساوی به جذر دوم اکس ضرب اکس زبر میشه. و همچنان در این شکل میبینیم که ما گفتیم که در والا فاصله میراقی شد که توسط هف نشان دادیم اف فاصله میراقی را نشان میده اف خرد و فاصله جسم تا محراق توسط اک زبر نشان داده شده است. این در تصویر خوب صحیح میبینیم شما و از عدسی تا تصویر توسط تا محراق توسط اک زبر نشان دادیم و همچنان امیر پی و پی زبر هم توسط اکس و اکس زبر ما نشان داده میتونیم که از جسم تا عدسیه پی توسط پی نشان داده بودیم. قبلا پی مساوی اکس جمع اپ میشه. بخواد چرا اکس جمع اپ میشه؟ اینمی پاسله را توسط اپ نشان دادیم، اینمی پاسله را هم توسط اکس نشان دادیم، عدوش جمع کنیم پی میشه. خواه همچنان در اینجا پی زبر یا کیو را به یک قسم ما نشان دادیم که اینمی از تصویر تا محراق عدسه توسط اکس زبر نشان داده میشه و از محراق تا رأس عدسیه یا مرکز نوری عدسیه را توسط اف نشان داده بود نشان دادیم. پس کیو مساوی اکس زبر جمع اف میشه. این فرمول نیوتن در عدسیه های محدب هست. حال از این فرمول ها ما مثال کار میکنیم. پیش از او یک چیز دیگه ای هم هست که در آینه های کروی مؤدب مقر شما خواندین در عدسیه ها هم وجود داره. امروز ما فرمول های عدسیه های مؤدب خوانده هستیم. خب بزرگنمایی عدسیه مؤدب است. بزرگنمایی عدسه مؤدب چی است؟ برای مقایسه بزرگی یا کوچکی تصویر از بزرگنمایی استفاده می شود. اینمی مفهوم برای ما شما چی میکنه؟ افاده میکنم. پس بزرگنمایی را توسط چیها ما اندازه کرده میتونیم یا دریافت کرده میتونیم. بزرگنمایی خودش یک نسبت هست که بدون واحد میشه، واحدهایش به یکدیگر خلاص میشه. بزرگنمایی را توسط حرف ام نشان دادن در کتاب شما و در کتابهای دیگر هم توسط گاما هم امیراچ کردن نشان دادم. حال ما هم در اینجا توسط ام نشان دادیم. ام مساوی ای زبر بی زبر بر ای بی مساوی اچ زبر بر اچ. ای زبر بی زبر اونم طول تصویر است. ای بی چی از طول جسم است. ایزا طول تصویر را توسط اچ زبر هم نشان داده بودیم و طول جسم را توسط اچ نشان داده بودیم. پس نسبت طول تصویر بر طول جسم بزرگنمایی عدسیه شده میتونه. و همچنان فاصله تصویر از عدسیه بر فاصله جسم از عدسیه کنیم باز هم توسط اینمی نسبت هم بزرگنمایی عدسیه به دست می آید. و همچنان بزرگنمایی عدسیه را که چون در توسط فرمول نیوتن و نمی پی کیو را پی مساوی اف جمع اکس زبر بود و پی اف جمع اکس بود توسط از این هم ما بزرگنمایش را دریافت کرده میتونیم. اگر فاصله میراقی و فاصله تصویر از محراق داده شدگی باشه و همچنان فاصله میراقی و فاصله جسم از محراق داده شود ما توسط همین فرمول هم دریافت کرده میتونیم. و یا به این شکل هم در فاصله میراقی را به فاصله جسم از محراق تقسیم کنیم هم باز هم چی بزرگنمایی عدسیه حاصل میشه. و همچنان فاصله تصویر از محراق تقسیم خود فاصله میراقی کنیم باز هم بزرگنمایی عدسیه حاصل میشه. این بزرگنمایی چی هستن؟ بزرگنمایی عدسیه هستن. حال یک نکته بسیار مهمی که در اینجا هست امیره ما یک دفعه میگم علامت کمیت های مجازی منفی فرض میشه، منفی هست همیشه. هر کمیتی که در عدسیه ها مجازی باشه او را
او در فرمول ها منفی می برایا. هر کمیتی که منفی آمد او را شما چه میگین؟ مجازی میگین. هر کمیتی که مثبت بیایا او چیست؟ حقیقی است. خواهی بود بزرگنمایی عدسی ها. حال ما سی فرمول در اینجا خواندیم، یکی معادله عمومی یا فرمول عمومی عدسی است و دیگر فرمول نیوتن در عدسی است و دیگر بزرگنمایی عدسی چیست؟ معدب هست. از این فرمول ها ما مثال کار میکنیم. مثال اول، در این مثال اول چی گفته؟ فاصله جسم تا عدسی معدب 20 سانتی متر و فاصله تصویر تا عدسیه 30 سانتی متر است. فاصله میراقی و بزرگنمایی آن را محاسبه کنید. ما در اینجا عمود توسط فرمول عمومی عدسیه دریافت میکنیم. فاصله جسم تا عدسیه، یعنی پی مساوی به 20 سانتی متر. دیگه فاصله تصویر تا عدسیه، یعنی پی زبر مساوی به 30 سانتی متر. 30 سانتی متر فاصله محراقیش، گفته که فاصله محراقیش دریافت کنین گفته، و همچنان بزرگنماییش از ما خواسته که بزرگنماییش چقدر میشه امیر هم دریافت کنین گفته. ما هم بزرگنماییش و هم فاصله محراقی امی عدسیه را دریافت میکنیم. خب فرمول معادله عمومی یا فرمول عمومی عدسه معدب را گرفتین، یک بر فی جمع یک بر فی زبر مساوی یک بر اف هست. خب اینال ما نوشته میکنیم یک بر اف مساوی به قیمت هایش در جایش میمونیم. خب یک بر قیمت فی چند سانتی متر است؟ 20 سانتی متر است. 20 سانتی متر جمع و قیمت پی زبر، یک بر پی زبر هم 3 سانتی متر. 3 سانتی متر. پس یک بر اف مساوی به آل از این کسر شد، از اینا یکی چه مخرج مشترک میگیریم. یک عددی را دریافت میکنیم هم به 20 قابل تقسیم باشد و هم بر 3 سانتی متر قابل تقسیم باشد. او عدد 60 است. 60 سانتی متر. خب 20 60 تقسیم 20 کنیم 3 میشه. یک ضرب 3 3 سانتی متر و سانتی متر خلاص میشه. 3 جمع، چون علامت اینجا چی است؟ جمع هست، مثبت هست. خب 60 تقسیم 3 2 مرتبه میرسه، اینا حاصلش 2 میشه. تقسیم کنیم 2 میشه. 2 را ضرب 1 کنیم 2 میشه. خب سانتی متر با سانتی متر خلاص دو شد. پس یک بر اف مساوی به خود سی جمع دو 5، 5 بر 60 سانتی متر. اینا را اختصار میکنیم. یک 5 5، یک 5 5، یک مانده اینجا 10 میشه. در داخل 10 هم 5 چند مرتبه است؟ 2 مرتبه. خب پس نوشته کرده میتونیم که این می حاصلش یک بر 12 سانتی متر آمد. این حال خود اف در دریافت کنیم، هر دو طرف مساواته، یعنی هر دو نسبت یک تناسب معکوس بسازیم، باز هم یک تناسب جدید حاصل میشه. از اون خاصیتش استفاده کرده اف دریافت میکنیم. اگر این طرف نسبت تناسب را معکوس کنیم اف بر یک میشه. هر عددی که مخرجش یک باشه نوشته نمیشه، نوشته نمی کنیم. دوازده بر این طرف را معکوس کنیم، دوازده بر چند میشه؟ دوازده سانتی متر بر یک میشه، او را نوشته نمی کنیم. پس فاصله میراقی نمی عدسه چند سانتی متر برآمد؟ دوازده سانتی متر برآمد. حال بزرگ نماییش دریافت می کنیم. بزرگ نماییش ام مساوی با مساوی با پی زبر بر پی. از این فرمولش استفاده می کنیم بخاطری که پی هم پیر هم داده و پیزور هم داده، از استفاده کرده بزرگ نمایش دریافت میکنیم. پس ام مساوی قیمت پیزور 3 سانتی متر است، 3 سانتی متر و قیمت پی 20 سانتی متر است. خب 20 سانتی متر، سانتی متر به سانتی متر خلاص میشه، 0 هم به 0 خلاص میشه. 3 بر 2 آمد. ام مساوی به 3 بر 2 یا مساوی به 3 را تقسیم 2 کنیم 1.5 میشه. این بزرگ نماییش است.
بزرگ نمایش از خود جسم کرده یک نیم مرتبه تصویرش بزرگتر بوده امیر ما دریافت کرد. این مثال اول حل شد از معادله عمومی یا فرمول عمومی عدسیه ها کار کرده این مثال حل کردیم. خواهد انشالله امیر فهمیده باشین این قسم مثال به شما داده شود شما حتما حل کرده میتانید. حال شاگردان عزیز متوجه باشین مثال دوم یک مثال دیگر هم در این فرمول عدسیه کار میکنیم که مثال دومش چی است؟ یک شی را یک بار در فاصله 12 سانتی متر و بار دیگر در فاصله 4 سانتی متر یک عدسیه مؤدب که فاصله مراقی آن 8 سانتی متر است قرار میدهیم. محل تصویر نوع تصویر را در هر حالت تعیین کنید و شکل ها را با مقیاس مناسب رسم کنید. خواهمی را علمی کنیم و شکلش که رسم شدگی از او را هم براتان نشان میتونم شما او را رسم کنین. خواهم یک بار انمی پی یک مساوی با 12 سانتی متر پی دو مساوی با 4 سانتی متر. این دو دفعه اون جسم در مقابل عدسیه قرار میتیم، یک دفعه در فاصله 12 سانتی متری و دفعه دوم در فاصله 4 سانتی متری قرار داده. فاصله میراقی اونمو عدسیه هم چقدر باشه؟ 8 سانتی متر باشه. خواه محل تصویرشه، یعنی محل تصویر توسط چی نشان داده بودیم؟ پی زبر، پی یک زبر، چون دو دفعه دریافت میشه از این خاطر پی یک زبر گفتیم. دو دفعه دومه و پی دو زبر نشان میتیم. خب و همچنان نو تصویره، این پی یک زبر و پی دو زبر دریافت میکنیم. نو تصویر در اینجا خودش که بعد از حل دریافت میشه گفته میتونیم که نوعیت تصویر مجازی هست یا حقیقی هست. حقیقی مجازی بودن در آخر حل امی مثال ما گفته میتونیم. بازم در فرمول اولی که در مثال اول استفاده کرده بودیم در مو فرمول استفاده میکنیم. پی یک جمع یک بر پی یک زبر مساوی یک بر اف. یک بر قیمت پی یک چند است؟ 12 است. 12 سانتی متر جمع یک بر پی یک زبر نامعلوم است مساوی با یک بر قیمت اف چند است؟ 8 سانتی متر است. پس یک بر فی یک زبر مساوی با یک بر 8 سانتی متر منفی. همین یک بر 12 را دو طرف چه میکنیم؟ تیر میکنیم. اگر تیر کنیم مثبت چه میشه؟ منفی میشه. یک بر 12 سانتی متر. این حال مخرج مشترک میگیریم، یک بر پی یک زبر مساوی مخرج مشترک بالای اردویشان پورا قابل تقسیم باشه. او عدد چند است؟ 24 هست. 24 بالای 8 چند مرتبه؟ 3 مرتبه. یک ضرب 3 3 3 دینجا هم سانتی متر، سانتی متر و سانتی متر خلاص میشه. منفی 24 بالای 12 2 مرتبه است. یک ضرب 2 2 یک بر فی یک زبر مساوی با یک بر 20 از سی که دو بره چند میمانه؟ یک میمانه. یک بر 24 سانتی متر. این حالی از خاصیت تناسب استفاده میکنیم، از خاصیت تناسب استفاده کنیم پی یک زبر این را دو طرف مساوات معکوس بسازیم بازم یک مساوات دیگر چه میشه؟ حاصل میشه پی یک زبر مساوی با 24 سانتی متر. این پی یک زبر را دریافت کردیم 24 سانتی متر برامد. حال پی دو زبر را دریافت میکنیم، یک بر پی دو جمع یک بر پی دو زبر مساوی با یک بر اف. قیمت پی دو زبر معلوم هست، شما میفهمید اینجا چند سانتی متر است؟ 4 سانتی. یک بر 4 سانتی متر جمع یک بر فی دو زبر مساوی با یک بر 8. باز هم اونمو عدسه است، عدسه تغییر نکرده، عدسه و پس فاصله مراقیشون باز هم چند سانتی متر میشه؟ 8 سانتی متر میشه.
اناله معلوم مجهول میکنیم یک بر پیدو زبر مساوی با یک بر 8 سانتی متر خا منفی یک بر 4 سانتی متر خا اناله اینا را مخرج مشترک میگیریم یک بر فیدو زبر مساوی مخرج مشترک خود 8 هم بالای 8 پورا قابل تقسیم است هم بالای 4 پورا قابل تقسیم است خود 8 میگیریم 4 سانتی متر 8 سانتی متر 8 سانتی متر بالای 8 سانتی متر یک مرتبه میرسه یک ضرب یک یک منفی 8 تقسیم 4 کنین دو دفعه میرسد سانتی متر با سانتی متر خلاص میشه یک ضرب دو دو خا یک بر فی دو زبر مساوی با از مثبت یک منفی دو را تفریق کنیم خلاص کنیم چند میمونه منفی یک میمونه خا مخرجشون هم چند هست 8 سانتی متر هست خا این حال باز هم از خاصیت تناسب استفاده میکنیم پس پی دو زبر مساوی با منفی 8 سانتی متر میشه خا پی یک زبر را هم دریافت کردیم و همچنان پی دو زبر را هم دریافت کردیم هر دویشان موقعیت جسمی که در 22 سانتی متری در مقابل عدسی معدب قرار داده بودیم موقعیت تصویر در 24 سانتی متر در او طرف عدسی تشکیل شد و علامهش مثبت آمد پس نوعیت تصویر در حالت اول حقیقی است حقیقی حقیقی نوعیت تصویر در حالت دوم چی است؟ مجازی است به خاطری که امی چی آمد؟ منفی آمد علامش که منفی بیه او چی میشه؟ مجازی میشه پس نوعیت تصویر اینو در این طرف نشته میکنیم مجازی است نوعیت تصویر در حالت دوم مجازی در حالت اول چی است؟ حقیقی است حال شکلش رو ببینین شکلشان هم رسم کردم من حالت شکل حالت اولش رو ببینین در حالت اول جسم خارج از محراق قرار داشته تصویرش خارج از مرکز انحناء بزرگتر از اصل جسم چه شده تشکیل شده این پلسن رو ببینیم پلسن در اینجا خردتر معلوم میشه خود پلسن است اصل پلسن است این تصویر چه است تصویر پلسن است حالت دوم هم میبینین حالا پس تصویر که سرچپه باشه او چی میشه؟ حقیقی میشه خصوصیات تصویر حقیقی و مجازی را قبلا من براتون تشریح و توضیح داده بودم حالت دوم هم ببینین اینمی عدسه معدب الطرفین هست خودش تصویر دمی موقعیت جسم در اینجا قرار داره در مقابل عدسه معدب و تصویرش باز هم جسمی که در هر طرفی که قرار داشته باشه تصویرشان هم در او طرف قرار داره اینه در حقب جسم تشکیل شده اینه ای زبر بی زبر بزرگتر از اصل جسم خود اونجا هم 8 بزرگ از 4 هست خوابنان بزرگتر از اصل جسم مجازی است و خودشان هم چه سرراسته است تصویری که مجازی باشه سرراسته میشه و تصویری که حقیقی باشه سرچپه میشه مجازی تشکیل شده این هم تصویرهای یا رسمهای امی جسمی که در دو موقعیت قرار داشت قرار داده بود این جسم را و تصویرهایش توسط رسم مبرتان نشان دادم مثال سوم جسمی با فاصله 9 سانتی متر از محراق یک عدسیه معدب قرار دارد تصویر آن نیز با فاصله 4 سانتی متر دورتر از محراق تشکیل می شود طول محراق بزرگنمایی فاصله جسم و تصویر را از عدسیه دریافت کنید اینال باز هم از ما فرمول نیوتن استفاده کرده فاصله محراقش دریافت می کنیم فرمول نیوتن از امون فرمول نیوتن ما اف مربع مساوی اک ضرب اک زبر بود خب حال فاصله جسم از محراق چند سانتی متر بوده؟ 9 سانتی متر بوده یعنی 9 سانتی متر در اونجا خواندم من اک زبر مساوی چند سانتی متر است؟ 4 سانتی متر خب دورتر از محراق تشکیل می شود طول محراق یعنی اف مساوی نامعلوم است دیگه ام مساوی نامعلوم است پی نامعلوم هست پی زبر نامعلوم است اینا را کلگیش ما دریافت میکنیم اولا از فرمول نیوتن استفاده کرده اف دریافت میکنیم اف مربع مساوی اک ضرب اک زبر هست این فرمول چی هست؟ فرمول نیوتن هست
پس اف ما اف مربع مساوی با قیمت اکس چند است؟ 9 سانتی متر است. ضرب اکس زبر 4 سانتی متر است. اف مربع مساوی با 9 4 36 سانتی متر ضرب سانتی متر سانتی متر مربع میشه. اطراف تحت جذر میکنیم میگیریم مربع اف با جذر خلاص میشه. اف میماند ای طرفش 36 جذر دوم 36 هم 6 میشه و سانتی متر مربع هم سانتی متر شده میبره. خواهی فاصله محراقی جذر فاصله محراقی عدسیه که توسط فرمول نیوتن ما دریافت کردیم. حال بزرگنمایی عدسیه را توسط همو فرمول هایی که شما خواندین از همو فرمول استفاده می کنیم. ام مساوی با اف بر اکس از همی استفاده می کنیم. اف را هم دریافت کردیم. اکس هم در اینجا چی هست؟ معلوم هست. قیمت اف چند سانتی متر هست؟ 6 سانتی متر. و قیمت اکس را در اینجا ما نوشته کردم چند سانتی متر است؟ 9 سانتی متر است. پس سانتی متر و سانتی متر خلاص میشه. ام مساوی با امی را تقسیم میکنیم اختصار میکنیم 36 بر 3 اردویشان هم به 3 چی هست؟ پورا قابل تقسیم است. 36 3 3 چی میشه؟ 9 میشه. پس بزرگ نمایش چند بر آمد؟ 2 بر 3. بزرگ نمایی امی عدسیه 2/3 برابر یا تصویر 2/3 برابر چی بوده؟ جسم بوده. یعنی کوچکتر از چی هستن؟ کوچکتر از جسم هست. اول چیش دریافت میکنیم؟ اول پی و پی زبر دریافت میکنیم. پی پی زبر که بیشتر نوشته کرده بودیم که پی مساوی به اف جمع اکس. از روی اینمی ما دریافت میکنیم پی مساوی قیمتی فا دریافت کنیم دریافت کردیم امیالی چند سانتی متر است؟ 6 سانتی متر جمع اکس چند است؟ اکس هم 9 سانتی متر 9 سانتی متر. پس پی مساوی به 9 جمع 6 چند میشه؟ 15 میشه. 15 سانتی متر ها یکی را مشترک میگیریم 15 سانتی متر. پی هم دریافت شد. چند سانتی متر برآمد؟ 15 سانتی متر. حال پی زبر را دریافت میکنیم. پی زبر مساوی اف جمع اک زبر میشه. پس قیمت هایش را در جایش وضع میکنیم و جمع میکنیم هر چیزی که برآمد اونمو پی زبر میشه. اف 6 سانتی متر و جمع اک زبر هم چند سانتی متر است؟ 4 سانتی متر است. اینال پی زبر مساوی 4 جمع 6 چند میشه؟ 10 میشه. 10 سانتی متر. سانتی متر ها یکی را مشترک گرفتیم و پی زبر را هم دریافت کردیم. این هم چند سانتی متر برآمد؟ 10 سانتی متر برآمد. فاصله جسم از عدسیه 15 سانتی متر، فاصله تصویر از عدسیه 10 سانتی متر و فاصله میراقی 6 سانتی متر برآمد و بزرگ نمایش 2/3 برآمد. این هم مثال سیومی است که همین قدر مثال کفایت میکنه. بس است که از این فرمول ها ما 3 قسم مثال کار کردیم. حالی هر رقم سوالی که به شما داده شود شما هم حل کرده میتونید. خواه درس خدا در همین جا به پایان میرسانیم و همچنان به سکرین تلویزیون توجه شما را معطوف میداریم که کارخانگی خود خوب ببینین اینا را حل کنین. کارخانگی را ما هم یک بار از رویش میخوانم. سوال اول، جسم در چی فاصله از عدسه مؤدب قرار گیرد تا بزرگنمایی آن 2 شود؟ در صورتی که فاصله میراقی آن 2 سانتی متر باشد. این سوال اول شما است. سوال دوم، اگر فاصله جسم تا محراق عدسیه 25 سانتی متر و فاصله تصویر تا محراق 4 سانتی متر باشد، فاصله محراقی عدسیه را دریابید. سوال سوم، اگر طول تصویر در عدسی مؤدب 12 سانتی متر و بزرگنمایی آن 3/4 باشد، طول جسم را دریافت کنید.
ای کارخانگی شما هست که را حل کنین با آدرس هایی که از طرف امی مؤسسه به شما داده میشه با او آدرس ها حل کرده هرسال کنین. خدا حافظ و نگهدارتان باد. شاد و موفق باشید.